وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا و هند با پخش بیانیه مشترک بار دیگر خواهان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌ها در افغانستان شدند. بر بنیاد این بیانیه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و جی شنکر وزیر خارجه هند در پنجمین نشست مشترک سالانه بر دسترسی بدون مانع برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نیز تأکید کردند و متحد شدند که برای آینده فراگیر و صلح‌آمیز برای تمام افغان‌ها رایزنی کنند. تر څو پورې چې طالبان په خپل دننه افغانستان کې اصلاحات ونه مني، د بشر حقوق ته، د ښځو حقوق ته، د همه شموله افغان شموله حکومت جوړولو ته غاړه کښېنږدي، هیڅ څوک به دې ته حاضر نسي چې امارت په دغه شکل چې وستی، په دغه ملاشاهي شکل سره په رسمیت وپېژني. به خاطر زنده نگه کردن کشور ما نیاز ما داریم که نسل جوان به خصوص برادرها و خواهرای ما در یه عرصه تشویق شوند تا آموزش و پرورش به محوج خود برسه و کشور ما از جهان سوم آهسته آهسته بره به جهان اول. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که از حقوق بانوان در کشور انکار نکردند و بر بنیاد شریعت اسلامی حقوق تمام زنان و دختران در کشور تأمین است. در مسائل داخلی افغانستان باید هیچ کشوری مداخله نداشته باشد، چون در اینجا حکومتی است، قانون است، ارزش ها است و او را باید مد نظر بگیرند. در عموم ما به بخشهایی که نارسایی معلوم میشه تلاش میکنیم رسیدگی بکنیم. وزیران خارجه آمریکا و هند همچنان از حکومت سرپرست خواستند تا به تعهدات خود عمل کرده و اجازه ندهند که خاک افغانستان تهدید برای امنیت دیگر کشورها باشد.